توپ طلای ششم، همنشینی با بزرگان، شکوندن رکورد توپ طلای کریستیانو رونالدو. سلام، من درود خدا برای شما. پس از مدت ها برگشتید و رو بکنم در جد مهدی، و مهدی توی این ویدیو قصد داره که بعد از گرفتن 5 تا توپ طلا و رسیدن به رکورد کریستیانو رونالدو، توی این ویدیو رکورد تعداد توپ طلای کریستیانو رونالدو رو بزنه و توپ طلا شو بکنه 6 تا. نظر تو میتونه یا نمیتونه؟ لایک و سابسکرایب کنید یوتیوب فارم شو برسید ویدیو. من اون فصل رو رد کردم کامل چون دیگه بازی نداشتم، اومدم اول فصل و همینطوری که دارید میبینید مهدی خان اوورال شده 97 26 سالشه این بازیکن. و توی ویدیو قبلی که ما بودیم توی پاریس سن ژرمن بازی کردیم، مهدی خان رسیده بود به آقای گلی لیگ فرانسه به اضافه آقای گلی چمپیونز لیگ که رکورد خیلی خوبیه. پس احتمالش خیلی زیاده که ما توپ طلا رو این بار بگیریم، اما من نگرانم، چون اگر من رکورد رونالدو رو بزنم 6 تا توپ طلا رو بگیرم، بخوام رکورد مسی رو بزنم، با این سن شاید نتونم واقعا. جان، واسه مهدی خان یه مذاکره اومده از طرف لیورپول، آقای کلوب درخواست داده. 57 میلیون خواسته منو، اما چی؟ ببخشید نمیام. اول بازی داریم با آقای یوونتوسی در ورزشگاه خودمون ساعت 12 بعد از ظهر، به اضافه اینکه در ترکیب اصلی مهدی خان، و ببینیم که آیا مهدی خان توپ طلا رو میگیره، رکورد رونالدو رو بشکنه یا نه. البته رونالدو مد من تبریک بگم، من نمیدونم. بعد تبریک بگم. بعد از خود همچنان داریم مشاهده میکنید که نوک امباپه چپ و مسی راست. ورزشگاهو ببین، ورزشگاهو تو فقط ببین چیکار کردن پاریس سن ژرمن یا برای آمادن مهدی و برای آمادن تیمشون لیونل مسی، نیمار، راموس، مهدی خان، دوناروما، اصلا تیم پر ستاره. و من کوچ بازو من کاپیتانی رو میگیرم از شماره 11 و مهدی خان داریم مشاهده میکنید دوران روش زوم میکنن. برو بریم واسه در کندن و رسیدن به رکورد کریستیانو رونالدو. البته بگر رکورد کریستیانو رونالدو رو میذاریم باز کنار مسی جوجه ایم. بله، ستاره های دنیای فوتبال داریم مشاهده میکنید. برو بریم که مهدی خان بهتر کنه در این بازی و بتونیم که توپ طلا رو بگیریم. توپ طلا هفته 13 میدن، اما اون جایزه بهترین بازیکن سال اروپا رو یه مقداری بکش زودتر. بله، مهدی خان مشاهده میکنیم اوورالش تا 97 رفته. میخوام ببینم که اوورال مهدی تا 100 میرسه یا نه، چون خیلی بعیده تا 100 برسه. اگرم برسه بیشتر از 100 مطمئنم نمیره. وایسین وایسین دوستان، من الان بهتون میگم کجا میخوام بگیرم. سانتو 99% پر کردم و بزنش راموس. شماره 18 پاس میده، مهدی خان حرکت کرده، پاس رو خود مهدی خان تک تک پاس میکنه، خود مهدی خان توپو گرفته، تیر دو گجو روز توی دروازه لیونل مسی و مهدی خان لینک میشود. آهان، رفیق شفیقم آقای لیونل مسی، بعد حرکت دیوالایی هم انجام میده که چرا حرکت دیوالایی انجام میده؟ خاطر اینکه کسی که بهش پاس گل داد آرژانتینی بود. من خودی تشکری میکنه از مسی خان، ولی چه جوری قدم مسی با من یکیه؟ چه جوری؟ آها، این هایلایت ها کلا این باگ داره، فهمیدم. یا ابلفاس، پاس عالی به کیلیان امباپه. امباپه میتونه بزنه یا نه؟ پاس میده به مهدی خان، مهدی خان همون تیر یک. تمام، نیمه اول نفع ما. پاریس سن ژرمن یا حرکت کرده، یه سر توپ میذاره، خود مهدی خان داخل اضافه میشه، میتونه سان بکنه، کیلیان امباپه سان نکرد، مهدی خان سانت واسش و مسی که تازه تاق زد، مهدی نتونست بزنه ریباندو. به سمت چپ میاد و تمام، دو بار هیچ میبره این بازی. سوپر کاپ شروع شد. رئال سوسییداد و پاریس سن ژرمن هر کی این بازی رو ببره همین اول فصل یه جام گرفته. خیلی خوب، ساعت 5 بعد از ظهر در ورزشگاه المپیک استادیوم هلسینکی که واسه هیچ کدوممون فکر کنم نیستش ورزشگاه، بله، حضور در جام بین المللی برای وایسا یک فصل دیگر. جام دوستانه نف خودشون نمیدونم چی گفته، در مورد گفته فقط من ترکیب اصلی ام. بله بله، سیستم مسی رو برام یعنی قشنگ. بازی شروع میشه و در یک ورزشگاه زیبا کاپ رو مشاهده میکنید که هر کی این بازی رو برای سوپر کاپ اروپا رو گرفته و قطعا مهدی خان این کاپ رو دست نمیده، اون مقابل رئال سوسییداد کم نمیذاره واسه تیمش. برو بریم در یک ورزشگاه هلسینکی، فکر کنم امریکا میشه ورزشگاهش یا روسیه میشه، یه پا عوض میکنه و میخواد بیا تو، زدن مهدی اما بلند میشه، خود مهدی پاس وسط میرسونه و خودشو بعد راه بندازن، دوباره پاس رو به جلو، نیمار توپشو زدن و خود مهدی میاد در میاره توپو، همون شوت و در میارن. آسوبادی رفتیم، آواری کلا بر تو، نره 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 بیرون، آواری کلا مهدی سرعت بالایی داره، این بازیکن میتونه یا بیاره داخل یا نه، میتونه بیاره داخل یا نه، اوور داخل، پاس به نیمار، گل اول بدون آفساید. آی 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 آی، وای گل خوردیم که. برو ببینم، برو از همون گوشه بیا تو سانتشو بکش دیگه، لامصبو یا حضرت عباس یا ابوالفز. گل بعدی واسه امیدم به خود مسی، حرکت میکنم در عمق، مسی پاس داش به من، رفتم تیر یک بات بزنم نذاش، پدر سوخته. نگاه کن تو رو خدا قسم، نگاه کن، حتما من باید بیام بگیرمش، آخه هیچ کسی از بازیکنان نمیگیره اونا رو.
گمشین حالا همتون برین گمشین. خیلی خوب، جام بهترین بازیکن اروپا داریم نزدیک میشیم، تو رو خود آبروریزی نکنین، آبرومون نگه داریم، اون بهترین جام اروپا رو دوباره بگیریمش. ما تاریخ ساز شدیم، مهدی با لبخند در مورد این مسابقه گفته این عالیه، این مشکل رو تاریخ ساز شد. من واقعا این موضوع رو افتخار میکنم. واسه چی 4-2 بردی دیگه؟ چه انتظاری داشته باشم؟ آها یه کاپ بردیم، من کاپ نمیدونم چی چیه. لیگ فرانسه شروع شد، کاپ بهترین بازیکن اروپا رو ببینیم میتونیم بگیریم یا نمیتونیم بگیریم. از بعد گرفت بعدی اومدی خان، هیچ جامی اومد دست ندادم، هیچ جام انفرادی اومد دست ندادم، شده تیمی از دست داده باشیم به خاطر بازیکن یا اسکول، ولی از دست ندادم جام فردی و به به مبارکت باشه آقای مهدی خان، مبارکت باشه. نمیدونم چندمی رو گرفتی، فکر کنم چهارمی یا پنجمی رو گرفتی، فکر کنم چهارمی، نه فکر کنم یا چهار یا سه، مبارکت باشه. در هر صورت ببینم چی گفتی، گفتی برنده امسال یعنی مهدی خان این جمله رو گفت، این جایزه فقط برای من نیست، میخوام از همه کسانی که در این راه به من کمک کردن تشکر کنم. آفرین مرتو، آفرین مرتو که اینقدر خاضع و فروتنی. ساعت 8 شب میتروپول آرنا تو ورزشگاه نانت بازی داریم که بریم ببینیم چی کار میتونیم بکنیم و ببینیم در رابطه بازی که صرف نداده مارکو مالکینیوش گفته چی. ما از خود راضی نیستیم، امروز قطعا برنده میشیم. آفرین، اگر شما داخل باشی خدای برنده میشیم. بله مشاهده میکنید بازیکنان ما و بازیکنان ما رو مسی کاپیتان ما اصلا مدیخانی که داره گرم بده شما شالا بر شما مهاجمی به هوشه، این رو من هر پارت دارم میگم، مهدی با هوش تیسوشه دارم میگمش. مسی خان توپو گرفت و مهدی خان میرسونه به کلیان امباپه، امباپه داره میره گل بزنه، ببینم چیکار میکنه امباپه. گل زدی دیگه به پاس نمیدم، انقدر من دارم بخشنده بازی در میارم، شما یه ذره اگه بخشوده باشید مثل مسی خان. بیا بیا یه پاس دیگه دوباره زد بیرون. مهدی خان رسید تو پاسشون میده، مهدی خان حرکت میخواد بکنه که نمیشه، توپو بین چند نفر اسیر شده. حالا تیور بابا بده من پاس و جانه، هر کی دوست داری داریم حمله میکنیم بیشور. مهدی خان توپو گرفته، بابا بابا یه دریبل زیبا میزنه اونجا، من میخوام زدن بعد بزنش مهدی بزنش بزن تو سرش. بفرمایید سانتر. ای وای توپ در اومد و متاسفانه ما مساوی کردیم این بازیو. بله ای بابا اینا تیمشون قویه، باید با اینا بازی بکنیم که دم به دقیقه ما باید بازی کنیم. اینا دهم جدول، ما ششم جدولیم، سه امتیاز رو ما چهار امتیاز داریم. ساعت نمیشه در آرشگاه ما مرتی در ترکیب اصلیه. بابا اصلا من اصلا بهتون پاس نمیدم اصلا. اوه چه داور رنگ خوش رنگی پوشیده. وای مسی، وای مسی خان درست پاسو بده من بزنم بره تو گل لعنتیو. دیره بعدی شو داره انجام میده، زد قشنگ زدش منو خدا وکیلی. اصلا مگه میشه اون خیلی بد زد، قشنگ ما زد بزنه شما ماشاءالله وحسی آفرین. همچون شبه اضافه میشه پشتش، همچون شبه وقتی منو نمیبینی به ترس، وقتی چند وقت گل نمیزنم به ترس که یک نادور بهت گل بزنم. فکر کردیم اصلا من آرومم و هیچی به هیچی ها، این طوفان قبل از نه تو آرامش قبل طوفان. آره انتقام پاسو داد، حرکت میکنه خودش، پاس به کلیان امباپه پشت مدافعین، امباپه ببینم میتونه چیکار بکنه و جلوتر میتونه برسونه یا نه. مهدی میادش عقب رو سر مسی که خود مهدی میاد و در میخواد بیاره تو پو، پاس به نیمار. بفرمایید بابا این چرا اینجوری پاس میده به من، چرا؟ خوب یک بار یکی میبره ما تکی گل مهدی خان. بله تصاحب یک پیروزی در حالی که دو تیم مساوی پیش می‌رفتن، پاری سن ژرمن با نتیجه 1-3 به پیروزی رسید. حالا مهدی خان که تکل مسابقه رو زده گفته من می‌دونستم که فابیان رویز می‌خواد توپ رو برای من بفرسته، این کاری که ما بارها تو تمرینات انجام دادیم، امیدوارم که بتونیم این روند رو توی بازی‌های آینده هم داشته باشیم. بازی رفت چمپیونز لیگ با چلسی بازی ساعت 5:45 شب، 5 دقیقه یعنی 5 دقیقه هم کوتاه نمیاد. ما به شرط احترام می‌ذاریم مهدی خان این جمله رو گفته در مورد آزمون سخت در مقابل چلسی، گفته ما باید به حریفانمون احترام بذاریم اما قرار نیست به خاطر اونو سر صدا کنیم. احساس خوبی دارم و به خاطر این وضعم اینجوریه. یا نمیدونم چی گفت، نمیدونم چی گفت، ولی صدر جدول رسیدیم، 13 امتیاز المپیک لیون 2 امتیاز با اون فاصله داره، داره مثل چی ما رو تعقیب می‌کنه. مهدی خان در رکیب فیکس امروز هست، شماره 11 تیم پاریس سن ژرمن. ای بابا گل خوردین، خبرتون که بده برم آفساید نیست، غلط اضافه میکنه داور توی دروازه و توی دروازه منوال شات زیبا. بعدی خود از بین چند تا بازیکن رد شد جان من میگه از بین چند تا 4 تا بازیکن رفتم یوری که هیچ کس نفهمید. همینه داداش، همینه تمام. یک بار یکی میگه ول تیم داره یه سر بد بازی میکنه تو دفاع، مخصوصا حمله خیلی خوبه، دفاع بده. مهدی خان میاد واسه گرفتن توپ از بازیکنان حریف به روملو لوکاکو میرسه و مهدی خان دوباره اومده تو دفاع از همه عقب‌تر از نشه لوکاکو بلند میشه پس به مهدی خان. مهدی همون شوت
آها پاس پاس مهدی پشت مدافعی و مهدی تمام میکنه. جوری حرکت میکنم که من نمیبینی اصلا. جوری حرکت میکنم من نمیبینی اصلا. کامبک رو داشتی یا نداشتی؟ یکی چقدر بودیم؟ 2-1 کردم بازیو. تمام 2-1 مهدی خان نجات میده پاریسو. رئال سوسییداد کسیه که ما رو بردش توی سوپرکاپ و اگر ما نبریمش خیلی بد میشه اگر انتقام ازش نگیم. آقای امابی چی گفته؟ گفته ما از خودمون راضی نیستیم، امروز قطعا برنده میشیم. مهدی در ترکیب اصلی در آرشگاه اونها بازی داریم. نیمار توی با کلیان امباپه، دفاعهامون فقط دفاع چپمونه که داره یکم بد بازی میکنه. بابا بابا لباس کهکشانی پاریس سن ژرمن چقدر قشنگه این لباس. شماره 11 بابا مشکی زرد چه تم زیبایی. ایشون رو سر امباپه مدخان حرکت میکنه توی عمق دفاع جلوی رئال سوسییداد توپ گیری میکنه. حالا میاد رو به داخل و حالا دریبل، حالا یه دروازه توی دروازه تک نفره جلوی لشکر رئال سوسییداد بر اومدم گل زدم. آه ماشاءالله شماره 11 ها ماشاءالله به اون چهره ها ماشاءالله به اون قیافه ها ماشاءالله چه حکیمی. بابا بابا پاس بابا پاس بابا پاس حال کن خودم اومدم اشرف بزمتی. یک پرش تیم اول شماره 11 دقیقه 11 گل زد. شماره 11 دقیقه 11 گل زد. بله بله دیگه بالاخره این چیزیه که خدای نشانه قرار داد توی ویدیوها که داره الان تو 3 تا ویدیو این اتفاق میفته. من نمیدونم داستانش چیه ولی خب یه داستانی حتما هستش. بیا بفرما. میام تو دفاع مشنگیم میگی نه. نرو تو علی که خبری نیست داخل. خبری نیست تو دارم میگم. دارم میگم خبری نیست که علی نکیسان تو. علی کسان چی شد؟ برش کردونین، برش کردونین زیر پای مهدی خان. حالا شده مهدی واو. تمام شد بازی. باز دوباره ما اینا رو نتونستیم ببریم. اول جدولیم همچنان ولی با این نتیجه رئال سوسییداد خدافظیه. آقا دوباره بازی برگشت با رئال سوسییداد. من نمیدونم چه گیری افتادیم با این هی ما باید بازی کنیم باش. صدر جدول هستیم. مثلا من 5 امتیازه ولی 6 امتیازه ولی این رئال سوسییداد رو من باید ببرمش. میترکونم تو مایسا. سلام مهدی خان، خوش اومدی. یا بریم ببینم که فرق بین اینکه شما کاپیتان باشی و راموس کاپیتان باشی چیه در نتیجه که قطعا شما کاپیتان باشی انشالله ببریم. چون بازی قبل دقیقا رئال سوسییداد بازی داشتیم تو همین چمپیونز لیگ راموس کاپیتان بود و ما متاسفانه ای برون پدرشون کشیدن عقب اتوبوسی کامل نکن دهنشون سرویس فقط از راه فرار. بابا چیکار داره میکنه این کیمه داره دور خودش میچرخه. استغفرالله ای داشت میدون گیر آوردی داری چیکار میکنی؟ 4 دور چرخید 5 دور. بابا ولم کن بده من اینجا چیکار داری میکنی تو پو؟ سف سف تیم اول. باز دوباره ما چرا نمیتونیم اینا رو ببریم؟ بزن گل داداشم بزن گل. اینا میخوان گل بخورن. کارتش بده مهدی بره تو گل. وای خالی بود اونور. مهدی به شوتش واش مساوی. حالا تا صبح هی با اینا مساوی کن. مهدی داره خوب گل میزنه احتمالا توپ طلا رو بگیره و بازی بعدی توپ طلا رو گرفته مهدی. بازی داریم با لیل. توپ طلا تمام تمام توپ طلا رو گرفت. رکورد رونالدو رو زده. ششمی توپ طلا. مبارکت باشه. آقا مبارکت باشه. من فکر کردم بازی بعدی میگیرم می‌خواستم بازی بازی کنم با لیلو. آقا مبارکت باشه. ششمی توپ طلا. مبارکت باشه. رکورد کریستیانو رونالدو رو زدی. برو واسه رکورد مسی. یکی دیگه بگیرم با مسی برابر میشم. دو تا دیگه بگیرم رکورد مسی رو میزنیم. این افتخار بزرگه برای نیم سال یعنی مهدی خانم جونار گفت این افتخار بزرگه. من میخوام اگه بتونم چند بار دیگه این جایزه رو ببرم. 26 تا بازی 26 تا گل 4 تا واسه گل عالی. خب بازی برگشت با چلسی داریم. اول اینکه ما تو لیگ که 40 امتیاز داریم ما کلا اصلا بازی لیگ بازی نکنیم قهرمان شدیم هیچ. مرحله گروهی ببین ما صدر جدولیم ولی اگر که این بازی به بازیم از چلسی ببین رئال سوسییداد که حذف شده ولی اگر ما این بازی از چلسی به بازیم میایم دوم و کارمون سخت میشه به اول گروه بعدی میخوریم. پس بهتره که این بازی رو ببریم یا مساوی بکنیم که به دوم گروه بعدی بخوریم. ساعت 9 شب با چلسی حتی بعد بازی بکنیم. مرد در ترکیب اصلیه در رشگاه آنها. بله راموس هم کاپیتانه و فرقی هم نمیکنه. البته اون موقع راموس کاپیتان بود مساوی کردیم. مسی هم کاپیتان بود مساوی کردیم. بفرما آقا کلیان امباپه بشوتش. امباپه بشوتش. میگیر مهدی توپو شوت توی دروازه. مرسی لیونل مسی. مرسی لیونل مسی. حالا گل زد مهدی خان. نشون دادش که لیاقت این رو داره که همنشین کریستیانو رونالدو و لیونل مسی باشه. حالا مهدی خان کسیه که جایزه بین رونالدو و مسی گرفته و همنشین شده وسط لیونل مسی و رونالدو.
بله گفتم این داستان هم نشینی است و بعدی خواهم میره واسه گل بعدی تک به تک و کاتدار تیر دو تمام. همینه هم نشین بزرگان باشی، بهت یاد میدن چه جوری بازی بکنی. در سن 26-7 سالگی مدیخان داره اینجوری بازی میکنه. تمام دو مرحله نیمه اول به نفع مدیخان در بین 4 دقیقه 2 تا گل زدن. به به آقای ما با اصلا نمیخوای گل بزنی شما، مثلا اینکه از کان یه دور میزنم و همونو باید شوت کنم. باش نشد هتریک بکنم مدیخان در این بازی. ممنونم که مدیخان من رو پوشش داد و دو تا گل زدم، بهترین بازیکن زمین. مدیخان گفته حتی قبل از اینکه توپ رو از لیونل مسی بگیرم میدونستم که قرار گل بزنم، فکر میکنم رسیدن به اون گل زود هنگام مهم بود و از اون به بعد روندمون رو حفظ کردیم. ممنونم. آقا جام باشگاه جهانی که رئال مادرید تازه برده و شروع شده، ببینم که ما میتونیم ببریمش کاپرو یا نه. اوه رسیدیم به فینال، خوردیم به تیم امریکای نیویورک سیتی. این بازی رو ببریم جام توی کان دومو گرفتیم، چون اول بازی هم یه دونه بازی کردن خودشون یه جام گرفتن، فکر کنم این جام دومه. این بازی رو ببریم جام باشگاه جهان رو تصاحب کرده مدی خان و حتی میتونه چهارگانه بگیره این فصل. ما خیلی خوب تلاش کردیم تا به اینجا رسیدیم، حالا باید از همون تداشتمون استفاده بکنیم و مدی خان اینو شاد میکنه رو پوستر هستش. ساعت 19 شب هفت شب در ورزشگاه خودمون بازی داریم با نیویورک سیتی، یک تیم آمریکایی که الان همچنان هم صدر جدول با 12 امتیاز. مهدی هم در ترکیب اصلی فیکس. بعد جام باشگاه جهان رو مشاهده میکنید که رئال مادرید امسال بردش، اما الان چون رئال مادرید نیومده بودش چمپیونز لیگ، ما مو چمپیونز لیگ رو بردیم، امسال ما اومدیم. آره داشاره امسال ما اومدیم. مسی خانم کاپیتان بازی است، کاپیتان کل تیم ما. مهدی خان بازی رو شروع میکنه، میخوام پاس بدم به نیمار، با من دوست بشه بازی رو باز کردم با شما. مهدی حرکت میکنه پشت نیمار، میتونم بهش پاس بدم. مهدی میره با تک به تک شدن، بزن شوتو. ای وای فابیان رویز میره با سانت کردن رو سر مهدی، مهدی میاد و هدو میزنه، گل نشد. باز بعد نقشه دیگری برای گل زدن به اینا بکشم. به 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 چه پاس گل زیبایی، چه پاس گل زیبایی، چه پاس گل زیبایی. بابا ولمون کنین دیگه، بزن کاتیو رو ببینم تمومش کن بره. نیمار، نیمار سان میکنه برای لیونل مسی، نشد. دوباره توپ برمیگره به سمت نونو مندز، نونو مندز وقت پاس بده خطا است، اما مدی خان همون رو میزنه و گل نشد. جواب مرده کن مسی ها بود که دم شما گرم، یعنی سی دم شما گرم توی دروازه. تموم کردم کارو، جواب اعتماد مسی رو دادم، دوپامین گل و کامبک. حالا چرا چپ چپ نگاه میکنه اون پدر سوخته؟ مهدی خان حرکت در عمق دفاع و منتظر برای پاس دادن، پاس به این با گل بعدی با زب در گل بعدی رو زدن. سود جام آفرین، جام رو میگیره، جام باشگاه جهان، بهترین تیم دنیا حالا میشه پاریس سن ژرمن، بهترین تیم دنیایی که بین اروپا و آسیا برگزار شد و همچنان پاریس سن ژرمن صدر دنیاست. بر بالا تمام میکنه کارو تمام نشده، اما هنوز همچنان راه چمپیونز لیگ واسه ما ادامه داره. مدیخان اون پشت مشاهده میکنید که قشنگ شاد و خرمه کنار کاپ، همین اساتید عکسشون رو میگیرن. امباپ فقط یه ذره ناراحته، یه لبخند ریز داره میزنه و نمیدونم داستان چه دقیقاً، ولی خب خود بحثی. حالا خود بحثی کاپو برد بالا، جام باشگاه جهان و کسی که بهترین بازیکن این بازی شد. مبارک باشه آقا مهدی خان، مبارک باشه. اولین باره که این جامو میخوام میگیرم، اولین روز نقل و انتقالات نیم فصل رسیدیم، کسی پیشنهاد نداد مهدی خان. برتای متولی پاریس سن ژرمن مهدی گفته که اگه بتونیم این فرمول رو حفظ کنیم میتونیم ببینیم که تمام مسیرای میگونی، فقط باید اسمونو حاصل کنیم که مدرون نشیم. آفرین. با موناکو بازی داریم جام حذفی، اگر این بازیو ببریم میتونیم بریم مرحله بعدی، اما اگر نبریم حذف میشیم. تک بازی هم هست عالی، بردیم خدا رو شوش. آخ رفتیم نیمه نهایی. مرحله حذفی رفت اسپورتینگ پاریس سن ژرمن. ببینم اسپورتینگ میتونه با ما چیکار بکنه، اگر رونالدو نرفته باشه توی تیمش خیلی خوب ساعت 9 شب. ببینم که بازی رفت رو میبریم یا نمیبریم. بازی رفت و 4-1 باختیم. بازی برگشت با اسپورتینگ تو ورزشگاه خودمون حالا خوبه. سه تا گل بعد بزنیم بهشون. قهرمان لیگ شدیم، هیچ نشده. هنوز بازی اوله چمپیونز لیگ، دور اول رفت چمپیونز لیگ حذفی ما قهرمان لیگ شدیم. هیچ دمش رفت، یه گانه دیگه هم بردیم، اونجا هم یه گانه دیگه جام باشگاه جهان برده بودیم، دو گانه جام حذفی چمپیونز لیگ هم می‌بریم، چهار گانه نمیدونم. سه تا گل بعد بهشون بزنیم. 9 شب با اسپورتینگ بازی داریم. مهدی در ترکیب اصلی فیکسه، ترکیب خیلی خوبه، ولی ای کاش که عقب نکشی. برو مهدی خان، مهدی خان داریم مشتادیم. سه تا گل بعد بزنیم بابا، سه تا گل تو 7 دقیقه کلا. جان حکید مجان مهدی بکش بالا. بله به به کشیدن عقب.
ببین رویز و گل مشاهده میکنید. برم گلش کنم اینو. ای خاک تو سرت، چرا اینجوری زدی؟ تمام نیمه اول 0-0 گله. آها اولیش. خدایا وسط اصلا خالیه، نگاه کن. برو دور بزن. آره دور بزن، بازم دور بزن، اشکال نداره. تو اصلا دور بزن، همینجوری دستو دور بزن. بده من که هست شدیم. خاکش تو سرتون. کوپا دی فرانس نیمه نهایی، این بازی رو ببریم میریم فینال جام حذفی. ساعت 5 بعد از ظهر با تیمی بازی داریم که سوم لیگ خودمونه. این بازی حساسه. بیا بریم. با چه لباسای خوشگلی هم دارن داورا. با این گوشه رو بگیر رفت، گوشه رو بگیر رفت، منم نمیرسم بهش که. چه عجب رسیدم. ای رفته تو، واسه ای سانت کردم و بکشم واسش. بزن نیمار گلش کن. آفرین مر تو، آفرین. اصلا انرژی ما اینا گرفتن از قرم. خدا رحم کن به ما. تمام از نیمه اول بازی که نمیتونه بزنه داداشه بودم، ولی من میتونم اینا توپا بگیرم، از اینا میتونم توپا بگیرم و ببرمشو گلش کنم. آره این کارو میتونم بکنم. خود مهدی خان از هوش زیبایی که داشت پرواز کنه حریف گرفت و میزنه کات بعدی و تمام. دومین گل در یک نیمه، همش هم خودش گرفته، یه دونه واسه گل بهش نمیدن و تمام. خوردیم به لیل جام حذفی، و جام حذفی که پارسال باخته بودیم و الان خوردیم فینال به لیل. الان ما با لیل بازی داریم، این دفعه تو لیگ. میخوام ببینم قبل از اینکه ما بریم سراغ فینال جام حذفی که با دوباره با لیل بازی داریم، تو لیگ میتونیم چیکار بکنیم. میبریمشون یا نمیبریمشون؟ دوم جدول قوی تر از تیم قبلیان. او یک شک کردیم باشود. خیلی خب، فینال جام حذفی فرانسه پاریس لیل. فینال جام حذفی ساعت 7 شب در ورزشگاه هیچ کدام ما نیست، در ورزشگاه هیچ کدام ما نیست، ولی توی یکی از ورزشگاه فرانسه است. فینال کوپا، کوپ د فرانس، از هر چی فرانچه فرانسه. خیلی خب، گفته چی پاریس سن پاریس سن ژرمن به فینال کوپا، اونا پاداش نمازشون گرفتن، جایی که اونا با لیل روبرو میشن. این یه مسابقه دوچار خواهد بود، شانس خوبی برای پیروزی دارم. قول میدم یه مسابقه عالی باشه. تو کی قول میدی اصلا؟ این بازی رو اگر ببریم سه تا جام بردیم. حالا اون یه دونه اولیه رو حساب نمیکنم که خودشون بازی کردن. بریم تو رخه ببینیم چی میگه. اینو ببریم کار تمامه. مهدی خان داره صحبت میکنه با نونو مندز، میگه که آقا بنداز تو عمق، من میرم. خب گفته چی؟ لیل حالو نیست اما ما هم نیستیم، پس برید بهشون شوک وارد کنید و قهرمانی رو برامون کسب کنید. آفرین. آقای مهدی خان داره رو بازار مشاهده میکنید، جام رو مشاهده میکنید. برای اولین بار که مهدی خان اگر قهرمان بشه در جام حذفی فرانسه، واسه اولین بار که این جام بالای سر میاره. راست جام دیگر برده تو جام حذفی های لالیگا مخصوصا، اما این جامو تا الان نبرده. خیلی خب، مهدی خان بازی رو شروع میکنه. دفعه پاس میدن به عقب تر. آقای مسی خان متاسفانه توی این بازی نیستش، منو همراه بکنه، اما خب نیمار جانشین اوست. بگیرش نیمار، برو نیمار، برو گلش کن لطفا، برو گلش کن نیمار، میتونی برو گلش کن. یا ابل فاس بکشش جلو، بزن تیر دو. نیمار خدا وکیلی برو، پاس به این قشنگی دادم بهت. بلمون کن. یا علی بگو بده من گمشا. ای پدر سوخته، گل نمیخوره این. آی بریم آماده. این آخرین ضد حمله است. نشد آفساید میشدی جونو داداش. بیا باگی برو گمشن. برو مهدی برو. تمام، موردین این گلو بزنین. دقیقه 120 خودم باید گل بزنم. بدمون کن دیگه، شما دیگه کی هستین؟ چرا این فصل اینجوری داری بازی میکنین؟ چمپیونز لیگ 4-1. خدای بده کابو خودم ببرم بالا. اینا اصلا مارکینیوش جمعت مارکینیوش بده میبره بالا. اشکال نداره، ولی خوشحال میشه مهدی خان. آها تمام شد و رفت. با اون کابی که بردیم جام باشگاه جهان، الان همراه با کاپ لیگ که حالا گرفتیم و نشون دادم بهتون، با این کاب میشه 3 تا کاب. اما اگر چمپیونز لیگ میگرفتیم میشه 4 تا کاب که نگرفتیم. بعد ببرش بالا. بالاخره این کاپ رو من تسخیر کردم. بله پی اس جی بالاخره کاپ بعدی هم به دست میاره، اما متاسفانه باید شانسی نتونسته چمپیونز لیگ رو بگیره و همون اول کار حذف شد. همون اول کار که حذفی خوردیم حذف شدیم. مهدی خان مشاهده میکنید که خیلی خوشحال، اما متاسفانه مهدی خان فصل بعد فکر میکنم احتمالش زیاد باشه که از پی اس جی بره. بله مهدی که نا کیدن باز دوباره بهترین فوروارد نوک بازی شد.
بله 32 تا گل در فصل و آقای گل شدم، آقای پاس گل هم شد، آقای گل شدیم. 3 نفر مشترکم موسیالا و ولاهوویچ و من، با اینکه ما صعود نکردیم من تو گروهی همه گلامو زدم. 7 گل آقای گل چمپیونز لیگم شدم اما مشترک. امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید. باشه اگر که دوستین پارت های دیگه میکام نجد مهدیو زودتر بزنیم لایک و سابسکرایب بشن یوتیوب فراموش نشه که واسه انرژی ممنونم که تا آخر ویدیو نگاه کردید. خدا نگهدار.